مورد بعدی که ممکنه براتون سوال باشه اینه که چرا ما وقتی تزریق انجام میدیم و سوزن رو در میاریم توی ناحیه تزریق ما خونریزی رخ میده؟ و مگه ما نمیگیم مثلا ما داریم تزریق انجام میدیم، ما که داخل عروق که انجام نمیدیم، پس چرا خونریزی رخ میده؟ خونریزی به خاطر این رخ میده که وقتی شما سوزن رو وارد پوست میکنی، توی پوست عروق کوچک زیادی وجود داره و اون سوزن به اون عروق صدمه میزنه و در واقع اون خونریزی به خاطر اون صدمه که به اون عروق وارد شده. یکم فشار بدین خونریزی قطع میشه، هیچ موردی نداره. مورد بعدی که ممکنه براتون سوال بشه اینه که اگه یه دارویی مثلا باید فقط به صورت عضلانی تزریق بشه و شما مثلا موقع تزریق عضلانی به اشتباه به جای عضله داخل ورید تزریق کنی، چه اتفاقی رخ میده؟ اتفاقی که رخ میده اینه که عوارض جانبی که دارو داره توی فرد بروز پیدا میکنه و خیلی جاها هم ممکنه به شوک هم منجر بشه و خطرناک هم هست. علائمی مثل سرگیجه، تهوع، کهیر، تاری دید، تنگی نفس، تپش قلب، قرگرفتگی بدن، خارش شدید بدن، اینا علائمیه که ممکنه فرد دچارش بشه. پس اگه ما اشتباهاً تزریق انجام بدیم، یعنی فرد حواسش نباشه، آسپیرم نکنه، مثلا وقتی سرنگ وارد عضله کرد آسپیره نکنه، چون وقتی آسپیره ما میکنیم متوجه میشیم که داخل عضله است، داخل رگه، و فرد مثلا حواسش نباشه این کار انجام نده و تزریق رو انجام بده و اون دارو وارد خون اون شخص بشه، ممکنه عوارض جانبی شدیدی رو اون شخص تجربه کنه که این علائمی که من گفتم رو ممکنه تجربه کنه و گاهی هم در حالت‌های شدید ممکنه منجر به شوک و حتی مرگ هم بشه. پس به این نکته هم حتما توجه داشته باشید. برای همین ما میگیم توی تزریق حتما باید آسپیره بکنی، یعنی حتما باید سرنگ رو، پیستون سرنگ به سمت بیرون بکشی ببینی خون میاد یا نمیاد، و این نکته خیلی مهمه. مورد بعدی که ممکنه براتون سوال باشه اینه که من اگه دو سه تا آمپول داشته باشم اینا رو به چه صورت تزریق کنم؟ شما اصلا اینکه آمپولا رو همه رو روی یک باسن تزریق کنی یا مثلا تقسیمش کنی بین دو تا باسن، یعنی یه مقدار از آمپولا رو باسن چپ، یه مقدار از آمپولا رو باسن راست تزریق کنی، این دیگه حالا به سلیقه شما بستگی داره که چجوری این کار انجام بدی. میتونی همه رو روی یک باسن تزریق کنی، چه اتفاق خاصی نمیفته. اما بعضیا سوالشون اینه که مثلا ما اینا رو چجوری تزریق کنیم؟ ناحیه تزریق توی باسن، اگه شما باسن رو به 4 ناحیه تقسیم کنی، قسمت فوقانی یعنی قسمت بالایی و خارجی میشه ناحیه تزریق ما، و تو اون ناحیه تزریق شما میای یه دایره‌ای برای خود ترسیم میکنی، یه دایره‌ای حالا نسبتا کوچیک، خب، و تزریقات رو میای طول اون دایره در واقع انجام میدی. مثلا بزن اگه من روی کاغذ به شما نشون بدم، شما اگه این رو باسن در نظر داشته باشی که من این رو به 4 ناحیه تقسیم کردم، حالا من این رو توی قسمت عملی میگم، الان من اینجا دارم روی کاغذ کشیدم، توی قسمت عملی این رو شما به عینه خواهید دید، اونجا شاید بهتر متوجه بشید. و در واقع من تو قسمت عملی همه اینا رو دوباره میگم، یعنی همه این تئوریا نه، این قسمت که الان دارم میگم، این قسمت رو من توی قسمت عملی بازم میگم. در واقع شما وقتی این باسن رو به 4 ناحیه تقسیم میکنی، مثلا این ناحیه که الان من بذار من روشو هاشور بکشم، این قسمت مثلا بگیریم این قسمت بشه ناحیه مثلا فوقانی و خارجی، خب قسمت بالایی 4 تا ناحیه است، ناحیه بالایی و خارجی بشه محل تزریق ما. خب شما اگه بخواید تزریق رو انجام بدید، مثلا 4 تا آمپول رو همه رو روی یک باسن تزریق کنی، خب روی یک باسن مثلا 4 تا آمپول داری، همه رو می‌خوای روی یک باسن تزریق کنی، مثلا میای یه مثلا میاد به این حالت، خب یک دایره ای رو برای خود ترسیم میکنی، اینجا یه دایره کوچیکی رو ترسیم میکنی، نسبتا کوچیک برای خود ترسیم میکنی، و 4 تا آمپول رو میای با فاصله توی اون دایره تزریق میکنی، با فاصله، حالا با فاصله هایی روی ناحیه تزریق میکنی، و در واقع این به این حالت تزریق تو انجام میدی. این که همه رو روی یک باسن تزریق کنی یا تقسیم کنی بین مثلا باسن راست و چپ، اون دیگه حالا بستگی به حالا خودتون داره، هیچ اتفاقی نمیفته. همه رو روی یک باسن تزریق کنی یا بین دو تا باسن حالا اونا رو تقسیم کنی، و من اینو تو قسمت عملی بازم در موردش صحبت میکنم. بعد از گفتن این مواردی که ممکنه توی ذهن شما سوال ایجاد کنه، میریم یه سری توصیه های مهم را میگیم و بعد از این توصیه های مهم میریم سراغ آموزش عملیمون. این توصیه های مهم چی است؟ خیلی ها ممکنه از آمپول بترسن، از نمیدونم استرس داشته باشن. موقع این توصیه مهم اولی که باید به شما بگم اینه که موقع تزریق به هیچ عنوان نباید استرس داشته باشی، نباید دستت بلرزه،
چون وقتی سوزن رو وارد عضله میکنی نباید به هیچ عنوان استرس داشته باشی، ترس داشته باشی و موقع تزریق دستت اینجوری بلرزه. به هیچ عنوان نباید این اتفاق بیفته چون خطرناکه و اگه شما استرس داشته باشید دستت بلرزه ممکنه حالا اتفاقات بدی بیفته، عواقب بدی داشته باشه هم برای خودتون هم برای اون شخصی که دارین تزریق میکنین. بنابراین اگه بخواید این کار رو برای خودتون ساده تر کنین، میتونین آمپول رو، میتونین سوزن رو حالا داخل مثلا بالش یا تشک یا همچین مواردی سوزن رو وارد کنی و روی این چیزا تمرین کنی. یعنی اگه بخوای این کار رو انجام بدی میتونی مثلا دارو رو بکشی، مثلا آب بکشی داخل سرنگ، داخل مثلا بالشی، نمیدونم تشکی یا هر چیزی که حالا مثلا زیاد کارایی استفاده نداره، میتونی روش سوزن رو وارد کنی و در واقع تمرین انجام بدی روی حالا چیزهایی که مثلا مثل بالش و تشک و در واقع این کار رو انجام بدی تا دستت را بیفته. یعنی با سوزن و سرنگ و این مسائل کامل دستت را بیفته و اون ترس و لرزت، اون استرست کم بشه و موقع تزریق به شما گفتم نباید دستت بلرزه. توصیه دومی که خیلی خیلی مهمه اینه که شما باید تمامی موارد رو به صورت تمیز و استریل انجام بدی. یعنی اگه یک نفر مثلا میخواد تزریق عضلانی انجام بده باید تمام شرایط رو رعایت کنه. اینجوری نیست که مثلا شما بگین که مثلا من دیگه تزریق رو یاد گرفتم بری اوکی هر به هر کسی رو دیدی براش تزریق انجام بدی. تزریق عضلانی همیشه باید اصول و چارچوب و اون شرایط تمیز رو باید حتما رعایت کنین، شرایط استریل رو باید حتما رعایت کنین. یعنی چه موقع کشیدن آمپول، یعنی مثلا سوزنی که شما داری آمپول رو میکشی سوزنه نباید به جایی بخوره و اگه به جایی بخوره آلوده میشه و اگه شما تزریق انجام میدی باعث اون آبسه میشه، باعث اون عفونت میشه. و موقع الکل زدن هم شما باید الکل رو، حالا من موقع تزریق عملی هم اینو بهتون میگم که نحوه الکل زدن روی باستان باید به چه صورت باشه، حتما باید ضد عفونی خوب انجام بشه. سوزنی که داریم آمپول میکشی نباید به جایی بخوره و طریقه کشیدن هم باید درست باشه و در واقع همه این شرایط رو شما باید رعایت کنی. حتی موقع میخوای تزریق از روی انجام بدی قبلش باید دستاتو بشوری، یعنی دستات تمیز باشه. و در واقع این به این معنی نیست که شما بتونید بگید آقا من یاد گرفتم و همینجوری انجام بدی تزریق رو. شرایط رو برای اون چارچوب رو باید رعایت کنی. اگه اون چارچوب رو رعایت نکنی باعث عفونت میشه، یعنی اون شخص باید هی بیاد بیمارستان به خاطر یه تزریق اشتباه، تزریق رو درست انجام داده ولی چون شرایط رو رعایت نکرده باعث عفونت شده و اون بدبخت حالا باید بیاد بیمارستان همش آنتی بیوتیک بگیره. بس این خیلی مهمه، این که من بخوام یه چیزی رو یاد بگیرم و اون یادگیری که من انجام دادم یه چیز مهارت رو یاد گرفتم ولی در کنارش یه سری چارچوب، یه سری اصول رو هم باید رعایت کنم و اگه اون اصول رو رعایت نکنم حتی با وجود اینکه من درست اون کار رو انجام دادم، یعنی تزریق رو درست انجام دادم ولی چون اون اصول رو رعایت نکردم ممکنه پیامدهای خیلی بدی رو برای اون شخص داشته باشه. پس این توصیه مهم رو هم، توصیه دوم که خیلی مهمه اینه که شرایط رو، شرایط استریل و تمیز رو رعایت کنیم. توصیه سوم که خیلی خیلی مهمه اینه که توی خونه هر نوع داروی رو تزریق نکنیم، به خصوص آنتیبیوتیکا، به خصوص آنتیبیوتیکا. چون حتی مورد داشتیم که طرف توی خونه تزریق کرده ما منجر به فوت شده، یعنی حساسیت دارویی اگه رخ بده خیلی خطرناکه. برای همین اگه شما مهارت تزریق از اون یاد گرفتین به این معنی نیست که هر نوع داروی اومد دم دستتون رو به افراد تزریق کنین، مگه اینکه مطمئن بشین که مثلا اون شخص هفته پیش مثلا اون دارو تزریق کرده و الان اوکیه میتونین تزریق کنین بهش. و در کل خودتون رو توی دردسر نندازین و بعضی از داروهایی که واقعا خطرناکی مثل آنتی بیوتیکا رو توی خونه تزریق نکنین. توصیه بعدی که خیلی مهمه اینه که شما وقتی بخوای دارو رو توی خونه تزریق کنی بلد باشی، مهارت اینو داشته باشی که روی دارو رو خوب بخونی. و ما توی این کانال ویدیو ساختیم در مورد اینکه انواع روش‌های تزریق به چه صورت، اختصارات تزریق رو گفتیم و حتما اون ویدیو رو حتما تماشا کنی. و در واقع وقتی بخوای توی خونه دارو تزریق کنی اول روی دارو رو بخونین، تاریخ انقضاش رو چک کنین که این آیا دارویی که دارین تزریق می‌کنین تاریخ انقضاش نگذشته باشه. روی دارو رو خوب بخونین، ببینین که روشی که دارین تزریق می‌کنین به چه روشیه، روی دارو به چه روشی نوشته شده. مثلا اگه فقط تزریق عضلانی داره نرین وریدی تزریق کنین، یا مثلا یه داروی اگه فقط به صورت وریدی داره تزریق میشه نرین به صورت عضلانی تزریقش کنین. پس مهارت اینو یاد بگیرین که روی دارو رو خوب بتونین بخونین. یا دمایی که اون دارو نگهداری میشه، مثلا یه داروی رو باید تو دمای طبیعی نگهداری، یا یه دارو رو فقط باید تو یخچال باید نگهداری. یا مثلا من یه کامنتی داشتم که حالا یکی پرسیده بود که مثلا من دارو گذاشتم دارو یخ زده. وقتی دارو یخ میزنه حتی اگه شما بزنید تو دمای طبیعی و اون اثرات یخ زدگی جدا بشه، اون دارو دیگه اون کیفیت و اون اثر بخشیشو از دست داده. یعنی اگه شما اونو تزریق بکنی ممکنه هیچ مشکلی پیش نیاد ولی اثر بخشیشو دیگه از دست داده.
برابر این دمای نگهداری دارو هم خیلی مهمه. یه سری داروها رو باید حتما تو یخچال نگهداری کنی. همون دارو بیرون باشه شما اونو تزریق کنی ممکنه اتفاقات بدی بیفته، عواقب بدی داشته باشه یا حتی اثر بخشی نداشته باشه. مثلا انسولینا حتما باید تو یخچال باشن. شما اگه بیرون نگهداری انسولین خراب میشه. بنابراین وقتی میخواد توی خونه داروی تزریق کنی حتما به این نکات توجه داشته باشی. مهارت خوندن روی دارو، تاریخ انقضاش، روش تزریقش، روش نگهداریش، اینا خیلی مهمه. توصیه آخری که دارم اینه که شما وقتی میخواین یه تزریق غذایی انجام بدی باید از اون شخص و در واقع سوابق پزشکیش اطلاعات داشته باشی. بعضی از افراد اصلا منع تزریق غذایی دارن، یعنی شما برای همه افراد نمیتونی تزریق غذایی انجام بدی. حالا چه افرادی منع تزریق غذایی دارن، یعنی نمیتونی برای اونا تزریق غذایی انجام بدی؟ افرادی که مشکلات انعقادی دارن، مثل افرادی که وارفارین استفاده میکنن، افرادی که هموفیلی دارن، این افراد به هیچ عنوان نباید تزریق عذرانی براشون انجام بشه. کسی که هموفیلی داره شما اگه تزریق عذرانی انجام بدی باعث میشه که اون ناحیه به شدت کبود بشه، یا کسی که وارفارین میخوره و خونش رقیق هست شما اگه تزریق عذرانی انجام بدی باعث میشه که اون ناحیه تزریق کبود بشه. و در واقع برای افرادی که وارفارین میخورن اگه در واقع رقت خونشون قابل کنترل باشه، کنترل شده باشه، شما میتونید حالا باز تا حدودی تزریق عذرانی انجام بدی. اما برای افرادی که هموفیلی دارن ترجیحاً تزریق عذرانی نباید انجام بشه، و اگه هم انجام بشه باید خیلی دقت کنی، یعنی خیلی احتیاط کنی. در واقع برای این افراد تزریق عذرانی ترجیحاً انجام نشه بهتره. یعنی وقتی شما تزریق عذرانی میخوای انجام بدی باید یه سری اطلاعاتی هم از اون شخص داشته باشی. توی این ویدیو ما یه سری چیزایی که ممکنه توی ذهن شما سوال ایجاد کنه رو گفتیم، به همراه حالا چند توصیه مهم. بعد این دوتا پارت من در واقع ویدیوهای زیادی در مورد نحوه تزریق غذایی بازم قرار میدم که شما این پروسه رو زیاد ببینین و در واقع چشتون عادت کنه و تمرین کنین توی خونه تا بتونین مهارت رو کامل یاد بگیرید. مرسی که تا انتهای ویدیو با من بودی. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.